الهی به امید تو و نگاه مهربانت امروز هم برنامه را تقدیم میکنیم به نگاه پر از مهر و محبت هموطنان عزیزم. سبت سبت گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم حضورتان میکنیم و از خدای بزرگ سلامتی و جان جوری برای همه شما عزیزان خواهان هستم. هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین خوش آمدید میگم به برنامه روشنا و امیدوار هستم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و همراه ما باشین. عزیزان بیننده، والدین عزیز، خانواده های محترم، برنامه روشنا هست که تقدیم شما عزیزان میشه از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. امیدوار هستم با یک برنامه‌ریزی دقیق هر روز بیننده برنامه باشین و میتونین با ما در ارتباط باشین. امروز همین شروع برنامه نمبر واتساپی را میگم براتون و امیدوار هستم که با ما همیشه در ارتباط باشین. اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد، گفتگوی دارین و سوال دارین حتما و حتما با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780 همکارای ما براتون زیرنویس میکنن. قسمت آخر شماره را ما فراموش کردیم با وجودی که این همام یادآوری کردیم برای شما عزیزان. پس همکارانم براشون زیرنویس کنن که با ما در ارتباط باشن. و اما در شروع صحبت ها با شما عزیزان هستیم در رابطه با اسراف. چقدر ما در مورد اسراف با شما عزیزان گفتگو کردیم، اسراف تعریف کردیم و پیامدها و عواقب از او را هم بیان کردیم، به خصوص برای شما والدین عزیز، شما پدرها، مادرها، والدین عزیزی که اگر آگاهی های لازمه در مورد اسراف داشته باشین و متوجه عواقب و پیامدهای اسراف باشین، حتما و حتما به عنوان والدین و به عنوان الگوی فرزندانتان میتونین بهترین الگو باشین و بهترین رفتارها را در مورد صرفه‌جویی و اسراف برای فرزندانتان آموزش بدین. پس آگاهی های شما والدین بسیار مهم است و اگر شما والدین آگاه باشین، حتما و حتما فرزندان شما که الگوی شما هستند و شما الگوی برای فرزندانتان هستین، میتونین بهترین رفتارها را برای فرزندانتان آموزش بدین. خانم حسن‌زاده عزیز امروز کارشناس ما هستن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و بینندگان عزیز برنامه روشن. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوش همراه با موفقیت رو برای همه عزیزان از خداوند متعال خواستار هستم. خب خانم حسن‌زاده، در رابطه با اسراف صحبت کردیم، معرفی کردیم، عواقب و پیامدهایی رو هم گفتیم و چقدر هم تاکید کردیم که اسراف عواقب و پیامدهای بسیار خاصی داره و انشالله که والدین عزیز ما حتما این را مد نظر گرفتن و این را هم گفتیم که هر فرد سالم، هر خانواده سالم و هر جامعه سالم اگر از منابعی که در اختیار دارن به خوبی استفاده کنن، مطمئنن دچار اسراف نمیشن و زیاده روی و اسراف در زندگیشان وجود نخواهد داشت. حالا اگر بیایم در رابطه با راهکارهایی را که ما با اسراف مقابله کنیم برای عزیزان ما بگوییم، چه گفتنی هایی دارین برای ما؟ بله، همونجور که شما فرمودین موضوع برنامه ما در مورد اسراف بود و جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم یک تعریف و ضرورت مبحث اسراف رو گفتیم. گفتیم علل و عواملی باعث میشه که انسان در زندگی خودش اسراف کنه و زیانهایی رو بعدش دچار میشه انسان، حالا میتونه زیانهای فردی باشه یا زیانهای اجتماعی باشه. و اما این جلسه ما میخواییم در مورد راهکارهای مبارزه با اسراف، برای که جلوگیری کنیم از اسراف در زندگی ما، با توجه به او زیانهایی که در جلسات قبل بیان کردیم، این جلسه میخواییم در مورد اون راهکارها صحبت کنیم. در اولین موردی که ما میتونیم به صورت مقدمه ذکر کنیم برای مبارزه با اسراف و اینکه جلوی اسراف رو در زندگی خودمون بگیریم، انسان هر چقدر آگاهی داشته باشه، هر چه معلومات بیشتری داشته باشه، بهتر میتونه از اسرافهایی که در زندگی از او رخ میده بگیره، جلو از او بگیره و خدای نکرده در زندگی از او دچار اسراف و مصرف بیرویه نشه.
خب ما زیانهایی رو در برای خود فرد ما ذکر کردیم، همونها میتونه فرد آگاهی پیدا کنه به وسیله همونها. من که دارم اسراف میکنم بله علاوه بر اینکه اقتصاد دارم ضرر میزنم مهم. به مال و چیز، درست من میگم اون مال ما صرف مال مال من هست و هر جون میخوام او رو خرج میکنم و صرف میکنم، ولی بدانیم که او امکانات بقیه افراد جامعه هم میتونه باشه، یا از نظر مالی مثلا باعث میشه زیانهای ضررهای و درستن پیامدهای بدی داشته باشه برای خود فرد، برای خانواده از او، و به صورت کلان به صورت در جامعه ضررهایی رو داشته باشه، یا از لحاظ اخلاقی فردی که اسراف میکنه دیگه بعضی از نکات برای از او از لحاظ اخلاقی فضیلت ها برای از او مهم درسته نیست، بله چون صرف چیزی که مد نظر او از او هست هزینه کردن های گزاف و بیرویه هست، و حتی باعث میشه ما داریم که از معنویت هم این افراد آسیب بزنن به خود، درست مثلا کم برکتی در اموالشون در رزق و روزیشون، خب این باعث میشه که یک از لحاظ معنوی، یا حتی ما گفتیم کسی که اسراف میکنه بله خداوند او رو دوست نداره، مورد خشم الهی قرار میگیره. دقیقاً خب این بله از نکاتی هست که فرد باید یک خود تعمل کنه، من که اسراف میکنم این پیامدها و بله این ضررها عواقب رو داره، دارن و یا مثلا در بحث اجتماعی نکاتی که بیان کردیم مثلا منابع طبیعی رو انسان فرد باعث میشه که از بین بره، اگه آب اسراف میکنه آیندگان از اون آب یا بقیه افراد جامعه رو درستن از اونها محروم میکنه، باعث میشه به حقوق دیگران خدای نکرده حقوق دیگران را پایمال کنن پایمال کنه و بله از بین ببره، و حتی در بحث کلانتر باعث میشه در جامعه اختلاف طبقاتی به وجود بیاد، یک عده باعث میشه که از با گسترش بیعدالتی و اینها به وجود میخواد. انسان هر چقدر وقتی که من انسان فکر میکنم یک لیوان آب بی ارزش هست مثلا او رو دور بریزم، وقتی به این نکات معلومات داشته بله باشم و بله توجه داشته باشم باعث دقیقاً میشه که فرد از مصرف بیرویه اون چیزایی که لازم نداره خودداری کنه. و یه چیز دیگه، هر چقدر اطلاعات افراد بالاتر باشه باعث میشه از امکانات و نعمتهایی که خدا داده علاوه بر اینکه اسراف نکنه درست استفاده کنه، به طریقه صحیح اسراف دقیقاً کنه، خب این خودش باعث میشه فرهنگ تقویت صرفه‌جویی در بین خود دقیقاً خانواده فرد و بله جامعه فرد حالا این رواج پیدا پیامدها و کنه. عواقب رو که شما مرور کردین، خب بعد چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنین خاله خانواده های عزیز ما چه نکاتی را باید متوجه باشن که بتانن مقابله کنن با اسرافی که قدر عواقب و پیامد داره؟ بر اولین نکته که ما از راهکارها رو پیشنهاد میکنیم این است که فرد تربیت صحیح باید در خانواده بشه، یعنی یک فرد، چون اینو ما توجه داریم به صورت ناخودآگاه یک کودکی که در یک خانواده به دنیا میاد ذهن از اون خیلی صاف هست، مثل یک کاغذ سفیدی است، بله هر چی که از اطراف از خود خود میبینه در ذهن خود ثبت و ضبط میکنه، یعنی کارهای پدر و مادر خودش رو تقلید میکنه و از اونا پیروی میکنه. اگه خدای نکرده باعث بشه پدر و مادر شخصیتی داشته باشن که اسراف کنن، بله صرف بله جویی در زندگی خودشون مد نظر نداشته باشن، این والده به صورت ناخودآگاه به فرزندان از اونها در دقیقاً تربیت فرزندان اونها تأثیر بله گذار یعنی هست. والدینی که اسرافگر هستن مسلم است که کودکان و فرزندان اسرافگر هم خواهند داشت. احسن، چون باعث بهترین مکان برای تربیت یک فرزند درست مدرسه تاثیرگذار هست، اجتماع تاثیرگذار هست، ولی مهمترین و مرکز تربیت کودک همون خانواده از او هست، و چون او خانواده هست که میتونه شخصیت یک فرزند رو پرورش بده و رشد بده. اگه خانواده بریز به پاش داشته باشن وارد جامعه شد، اگه جامعه بگه اسراف نکن درست. باعث میشه که نوجوان یا جوان یا کودک زیر بار نره، چون در او خانواده به این سبب پرورش پیدا کرده و این میتونه تاثیرگذار باشه در درستن. زندگی فرد. خب ما در آموزه‌های اسلامی هم زیاد سفارش شده که اسراف رو در زندگی های خودتان
دور کنین. خب وقتی میگن در زندگی خودتون دور کنین، یا مثلا خداوند کسانی که اسراف میکنه دوست نداره اینها، پس اینو با اگه والدین توجه داشته باشم به این نکته، یا از لحاظ روحی روانی به یا اون نکاتی که باعث میشه عواقب او رو توجه داشته باشن، مطمئنم والدین یه خورده دقت بیشتری دارن که شخصیتی رو فرزند خودشون رو پرورش بده با یک شخصیتی که صرفه‌جو باشه. حالا من او صرفه‌جوی ما در جلسات قبل معنا کردیم، به اون معنا نیست که انسان به چیزی که احتیاج داره خود رو از اونها محروم کنه، درستن. بلکه اون است که بریز و به پاش نداشته باشه. اسراف یعنی بیرویه، اون چیزی که لازم داره مصرف کنه ولی بیرویه مصرف نکنه، ریخت و پاش نداشته باشن، در یک پاش... حد اعتدال و در یک حد میانه روی باشن. خب اولین راهکار رو ما همون بحث تربیت خانوادگی رو درسته. و الگو بودن والدین رو مطرح بله. کردیم. یکی دیگه، حالا این میتونه به صورت گفتاری باشه یا رفتاری باشه. خب یک والدین بعض وقتا تذکر میدن ولی در عمل درستن. خودشان اهل اسراف هستن. خب بله دیگه، وقتی یعنی که گفته وقتی که والدین میتونه بهترین الگو باشه برای فرزندان، پس باید والدین خودشان یک الگوهای عملی بسیار خوبه باشن که فرزندان بتونن آموزش بگیرن. بسیار خوب، وقفه کوتاه تقدیم شما هموطنان خوب عزیزم و همچنان همراهی کنین برنامه روشن را. تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده‌های عزیز، شما والدین گرامی که همیشه دوست دارین آگاهانه از زندگی خودتان را پیش ببرین و تربیت فرزندانتان همیشه از روی آگاهی باشه و تلاش و کوشش دارید که با دیدن برنامه های همچون روشنا و تحقیقات خودتان تربیت صحیح داشته باشین و آگاهانه زندگی کنین، رفتارهایتان و عملکردهایتان در زندگی بهترین باشه. شما والدین عزیز و خانواده های محترم امروز هم همراهی کنین برنامه ما را که در رابطه با راهکارهای مقابله با اسراف صحبت میکنیم. اینقدر از اسراف گفتیم براتون، از عواقب و پیامدهای او، و حالا میخوام راهکارهایش را بیان میکنیم که چی کنیم از این اسراف دوری کنیم تا اینکه به پیامدها و عواقب بد او گرفتار نشویم. خانم حسنزاده هم نسبت به همین موضوع با ما و شما گفتگو میکنن. پس اولین راهکاری که شما برای ما بیان کردین همین والدین عزیز هستن که انشالله آگاهانه رفتار کنن، مطالعه کنن، تحقیق کنن تا اینکه بتونن یک روش صحیح برای خرج و مخارج زندگی خودشان ایجاد کنن، یک برنامه ریزی عقلانی احسن. که بفهمن که در کجا و چه قسم چگونه باید خرج کنن، یا در چه جایی باید اسراف نکنن، در چه جایی باید میانه روی داشته باشن و صرفه جویی داشته باشن. خب اما دومین راهکار هم به مورد اولی که تربیت صحیح خانوادگی بود، یعنی تربیت خانواده داشته باشه که بچه ها الگو بپذیرن، دومی هم تقریبا به اولی مرتبط است، مدیریت شایسته است. یعنی هر فرد در هر خانواده، یعنی به صورت کلی یا هر جامعه، باید نسبت به مصرف خودشان مدیریت داشته باشن. درسته. یک فرد من چه چیزهایی لازم دارم در زندگی خودم، فقط کافیه اونها رو تهیه کنم و بیش از اون مقدار رو تهیه نکنم، چون ممکن است به اونها اصلا نیاز پیدا نکنم و یک نوع
اسراف باشه. خب این هم برمیگرده بیشتر به اگه در خانواده است به خود فرد برمیگرده، یا پدر و مادری که مدیریت خانه را به دست دارن باید رو تدبر لازم رو داشته باشن که من پدر و مادر چه جور مصارف رو خرج کنم، آیا من یک پولی رو که در مثلا در میون ماهانه چقدر درآمدم هست با خرج من تطبیق داره یا نداره. قسم خب نباشه که دخلش بود 20 و خرجش بواسطه که اصلا قابل تطبیق نیست، اینها باعث میشه که کم در زندگی خودش کمبودهایی رو احساس کنه. خب متعادل خرج کنه، یعنی آنچه را که خرج میکنه و او کمبودها رو جوری باشه که تامین بودجه با زندگیش سازگار باشه. دخلش 19 بود و خرجش 20. احسنت. آموز خب اینها هم از اصلش این است که نکاتی رو لازم داره فرد آموزش هایی رو ببیند، چه در خانواده یا برای خودش اطلاعاتی رو کسب کنه. من مثلا یک مقدار پول دارم، الان چه چیزها نیاز داره اونها رو بخرم، چون ما در بین زیانهاش گفتیم باعث میشه که انسان به خدای نکرده به فقر و قرض و این موارد دچار بشه، بی در زندگی. احسن. خب پس قناعت و صرف جویی رو باید در زندگی خودش داشته باشه و تدبیرهایی رو برای اونها لحاظ بکنه یک فرد. خب مدیریت در شاخهای مختلفی داره برای زندگی، مدیریت در مسکن به یک شکل ممکنه باشه، مدیریت در پوشاک به یک شکل باشه و مدیریت در لوازم مثلا غذایی، تهیه مواد غذایی به یک شکل باشه. پس کسی که اموالش رو در به موقع خرج کرد دیگه دچار استرس و استراب و اینها نمیشه. خب ما یک روشهایی برای جلوگیری از یک مثلا اسرافی که در مواد غذایی اتفاق میفته به عنوان نمونه این موارد رو اشاره میکنیم. و دومین راهکار مدیریت صحیح هست. مدیریت مدیریت یعنی همون تربیت صحیح که دو تا در کنار هم. نه دو تا متفاوت هستن. تربیت خانوادگی صحیح، بعدش رو تربیت خانوادگی صحیح، دومی مدیریت شایسته امواله که چجوری مثلا مال و اموال خودش رو مدیریت کنه. خب ببین مثلا یک نفر مدیریت میکنه نسبت به همه مسائل زندگی خودش، تربیت و سایره. آره زیر مجموعش میشه قرار داد. مثلا یک فرد برای جلوگیری از اسراف در زمینه مواد غذایی، مثلا یک چیز الان هم زندگی های امروزه خیلی در اون درگیر هستن، میتونه درست خرید کردن رو مد نظر داشته باشه. بله. تدبیر لازمی که داشته باشه این است، یعنی مواد غذایی رو به حد کافی برای خانه و خانواده خودش تهیه کنه. میدانه که مثلا من امروز یک مقدار میوه بخرم برای یک هفته من کفایت میده و شرایط نگهداری اونها رو هم دارم، مثلا در یخچال نگهداری کنم اینا، ولی بعض وقتا شرایط نگهداری اونها رو ندارم برای یک هفته. خب پس تدبیر ایجاد میکنه برای یک روز اون مواد غذایی رو تهیه کنیم. خب این تکنیک بسیار خوبی است، انسان باید در زندگی روزمره خودش برای جلوگیری از اسراف مد نظر داشته باشه. یا بعض وقتا شیوه نگهداری بعضی از انسان بعضی مواد غذایی رو نداره، شیوه نگهداری اونها مثلا بسته‌بندی مناسبی اونها رو نمی‌کنه و به طریقه های مختلف باعث میشه که اونها از بین برن و فاسد بشن. خب این خودش باعث میشه به یک نوع اسراف از مواد اونها رو میتونه یک فرد دیگه استفاده کنه. بله. خب پس به شیوه صحیح نگهداری اونها رو اینا برمیگرده بیشتر به مادر خانواده. دقیقا این مصادیقی هست به هر حال نداشتن اسراف در زندگی و میانه روی صرف جویی درست. احسن. یا به میزان کافی یا خیلی نمونه‌های دیگه ای ما میتونیم برای ذکر کنیم، یا که به میزان کافی ما تهیه غذا کنیم. مثلا برای یک وعده غذایی نیاز به یک مقدار کم هست، ولی بعضی از افراد چنان پخت و پس زیاد میکنن و همه آنها هم مصرف نمیشه اون مواد غذایی، باعث میشه که در این زمینه اسراف صورت بگیره. خب این نمونه هایی هست که فرد مدیریت نداره نسبت به اون مواد و یا این در زمینه پوشاک مثلا وسایل خانه هم ما میتونیم ذکر کنیم و خیلی دامنش
گسترده تر هست. خانم حسن زادم، امروز در مورد خانواده صحبت میکنیم، یعنی جامعه را بررسی میکنیم؟ بیشتر امروز در مورد خانواده صحبت میکنیم، خب. ولی به صورت گسترده جامعه انشالله در جلسه آینده ما اسراف هایی که در جامعه اتفاق میفته و راهکارهایی رو پس اونا را قصد دارین هفته دیگه انشالله بررسی کنیم. پس امروز صرف دارین قصد دارین که کاملا امروز در مورد خانواده صحبت کنیم، بیشتر فردی و خانوادگی، فردی و خانوادگی، ولی اون ارزش هایی که مثلا جلوگیری از مصرف های اجتماعی انشالله راهکارهاش رو جلسه آینده ما بیان میکنیم، چون به هر حال جامعه هم همون خانواده ها هستن دیگه و خانواده هم عضوی از همون جامعه هست، فرق نمیکنه. یعنی اگر ما گذری هم داشته باشیم میتونیم، چون اینها بله. در کنار هم هستن. حالا ما جامعه هایی که امروز و خانواده هایی که امروز الله خب گرمیست میبینن که مصرف منابع چقدر زیاد است، اگر که اسراف در این زمینه را کم کنن خب ما دوچار مشکلات نمیشیم، دوچار مشکلات بیبرقی یا دوچار مشکلات بیابی نمیشیم. این مثال ها و مصادیق است که ما میتونیم در رابطه با خانواده و خانواده که در جامعه هست اصلا. ولی بعضی از نکات هست صرفا مربوط به جامعه هست دیگه، یعنی بیشتر سیاست های کلان هست که در جامعه باید اجرا بشه. درستم. ولی ما اون نکات ریز رو امروز انشالله بیان میکنیم و به صورت گسترده هفته آینده هم انشالله بحث ادامه داره. نکته دیگه که برای راهکارهایی میتونیم برای جلوگیری و مبارزه با اسراف مد نظر قرار داد که چه در خانواده و چه در فرد هم واقعا میتونه تاثیرگذار باشه، تثبیت ارزش های اخلاقی است. بله. اگه واقعا ارزش های اخلاقی در یک فرد واقعا به تثبیت رسید، در جامعه و خانواده هم به تثبیت میرسه، چون بله. به قول شما خارج از اون بله. نیست. خب بعضی از وقتا هست که فرد به یک نکاتی اصلا توجه نداره. درسته. بقیه و دیگران برای این فرد مهم نیست. بله. فقط میگه من زندگی خودم رو بگذارونم، اصلا زندگی بقیه به خودشان مربوطه، من درآمد خودم ما دارم، به درآمدهای بقیه کاری ندارم. درست. خب این صرفا باعث میشه که واقعا ارزش‌های اخلاقی در این خانواده نباشه، یا نه میگه خدا به من داده، من اینها رو اگه خواستم اسرافم بکنم موردی نداره. خب اینجا ما یک موارد اینو برای فرد راهکار پیشنهاد آره، میکنیم، ارزش‌های اخلاقی اینجا تاثیرگذار هستن و راهکار میان که فرد میتونه میانه روی کنه و اعتدال رو در نظر بگیره این است که برای افرادی که واقعا مشکلات حادی در این ارزش‌های اخلاقی رو در زندگی خودشون رعایت نمیکنن دچار مشکلات حادی در زندگیشون میشن. اول مورد زهد و هست، میتونیم قناعت رو در سلسله مباحث اینا رو اشاره میکنی. بعضی وقتا واقعا به افرادی هستن فخر فروشی میکنن، ارزش های این ارزش های اخلاقی برای از اونها مهم نیست. بله. یا واقعا شیفته دنیا شدن، کسی که شیفته دنیا شده هم هر چی داشته باشه باز بیشتر از اون رو میخواد، یا خود نمایی میکنن. بله. احسن. یکی از مهمترین نکته هایی که میتونیم در بحث ارزش های اخلاقی ذکر کنیم چشم هم چشمی دارن که واقعا به اسراف کاملا ارتباط دوستویه داره، ای که یک هنجار میتونه خانوادگی و اجتماعی ایجاد کنه که وقتی همچشمی الان هم زیاد بین جامعه ما متاسفانه رواج پیدا میکنه که بعضی از افراد هستن چون فلانی فلان خانه رو داره، فلانی موتر رو داره، من هم باید اونها رو تهیه کنم. به این دیگه توجه نمیکنه که من بهش آیا به او دخل خرج من به این میرسه که من این خانه رو یا این موتر رو تهیه خب کنم. خب به این اصراف میگن خانم، مثلا یک نفر موتر نداره، خب میبینه که یک خانواده دیگر داره، حالا میگه که خب او که داره خب بیا مام داشته باشم، چقدر خوب است. آدم میتونه هر طرف بره و یک وسایل امکانات رفاهیات هست نه؟ خب ای که تهیه میکنه ای که اصراف نمیشه دیگه، ای که نیاز است دیگه برای او خانواده. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین خانم زوری. واقعا انسان همیشه زیبایی رو دوست داره چون بله. در فطرت بله. انسانت و به زیبایی علاقمند هست. بله. خب برای آسایش انسان هم یک مقدار امکانات واقعا لازم هست. نه چشم هم چشمی زمانی هست که انسان خودش رو در مضیقه قرار بده، یعنی ما میتونیم بگیم مشکلاتی روی زمانی چشم همچشمی ایجاد میکنه که آرامش رو از انسان بگیره. خب.
خب یعنی انسان باعث بشه که به حد شکل شده ما به اون معتبر برسم، حتی بدهکار باشم، حتی آبروی ما در خطر قرار بگیره، حتی روابط فامیلی ما مثلا باعث بشه روابط بله خوبی که بین اجتماع دارم مورد دچار مشکل بشه، ولی ما با او برسم، درست حتی باعث میشه خدای نکرده عزت نفس خودش رو زیر پای بگذاره. خب متاسفانه اینجور تجمل پرستی هایی که به صورت افراد باشه، ما دور میتونیم از تجمل پرستی رو دو مثبت و منفی معنا کنیم. مثبت زمانی است که انسان به خوبی ها علاقه داره، دوست داره تمام اون چیزی که به زیبا هست و حالا تجمل آنچنانی نه، چیزی که مورد نیاز از او هست تهیه کنه، درسته. ولی ما از طرف منفی از او رو میگیم. درست است. ما حالا میان برنامه رو داریم تقدیم عزیزان داشته باشیم. بعد از میان برنامه باز هم باید بپردازیم بیشتر بر راهکارهای مقابله با اسراف، ببینیم که ما چه باید بکنیم تا اینکه از اسراف دور شویم. همراه ما باشیم. عزیزان بیننده، شما بیننده برنامه روشنا هستیم با موضوع راهکارهای مقابله با اسراف. اگر هم خود شما عزیزان تحقیق کنین، جستجو کنین و ببینین که چه راهکارهایی را میتونین مناسب ببینین برای که با اسراف مقابله کنین، حتما با ما اشتراک قرار بتین و برای ما هم ارسال کنین و دوست داریم که از این طریق شما عزیزان با ما در ارتباط باشین. و چه خوب است که اینها را هم شما در نظر بگیرین در زندگیتان و اگر خدای نکرده در مورد بسیاری از موردهای زندگیتان که اسراف مشاهده میکنین اونها را به این طریق برطرف کنین. و ببینیم خانم حسنزاده چه راهکارهایی را برای ما بیان میکنن که اگر خدای نکرده اسرافی داریم در زندگی خانم حسنزاده بتانیم و اسراف ها را از زندگی خود ما دور کنیم. شاید مواردی از اسراف در زندگی ما باشه که ما غافل هستیم. انشالله که اونها را بیایم بررسی کنیم با جزئیات کامل و راهکارهایی را که شما بیان میکنین اینها مکمل هم شوند و از اسراف انشالله که دور شویم. انشالله. از نکات دیگه ای که راهکارهایی که میتونیم برای مبارزه با اسراف ذکر کنیم همون تثبیت ارزش‌های اخلاقی بود که در قسمت قبل برنامه ما بیان کردیم. قسمت چشم همچشمی رو داشتیم، میگفتیم این خودش باعث میشه که اگه در همین زمینه انسان دقت نکنه به وقت باعث بشه که به صورت افراد عمل کنه، دچار اسراف در زندگی خود بشه، که ما نمونه های زیادی رو میتونیم در حتی زندگی های خودمان و اطرافی ما پیدا کنیم ولی از اونها غافل هستیم. و حتی بر بعضی از مراسمات محافلی که برای ازدواج تشکیل میده، مراسم هایی که برای عروسی ها برگزار میشه، واقعا بعضی وقتها در بعضی از محفل ها واقعا اسراف قرار داده میشه. بله. جوری هست که اسراف قرار گرفته ولی ما توجه به اونها نمیکنه. ممکنه با یکی دو نوع غذا اون محفل برگزار بشه ولی چنان به تجملات و به حد افراد ما اونا رو توجه میکنیم که خودش باعث میشه مشکلاتی برای جوانهای امروز ایجاد کنه. بله. خود جوان باعث میشه که سن ازدواج بالا بره و کسانی که قدرت مالی بالایی ندارن از ازدواج برایشان مشکل باشه ازدواج. خب خانم اصلا بسیاری از افراد هستن یا بسیاری از خانواده ها هستن که عادت کردن به اسراف، به این که خب همطور خرج کنن، زیاده روی کنن. یالا ما یک گپ داریم میگیم که مثلا ما دسکت هستیم، یعنی تو کتا خرج میکنیم در زندگی، ایت در فکر از این نیستیم که خب سبا روز چی میشه یا آینده چی میشه، این گپ ها را مد نظر نداریم، اونو بطور خرج میکنیم ما، یا عادت است که در زندگی پیدا کردیم. با چه قسم باید مقابله کنیم با این عادت های زندگی خودمون در زمینه اسراف؟
این قسمت انسان اول باید به خودش توجه داشته باشه. بعضی وقتا انسان میگه به عادت که بود دیگه فکر میکنه روال زندگی همین شکلت. اینجا راهکار بعدی تاثیرگذار هست که میتونه در زندگی از اون تاثیرگذار باشه و مبارزه کنه با اسراف. این هست که تذکر و یادآوری هست، یعنی مبارزه با اسراف یک نکته ای که باید توجه داشته باشیم. افرادی که باشن که به افراد دیگه تذکر بدن، واقعا در اینجا لازم هست بعضی جاها که این موارد تذکر داده بشه. همون امر معروف و نهی از منکر هست که در اسلام هم به او اشاره شده، چون فردی که غافل شده و فردی که واقعا به او توجه نداره، غفلت او رو تذکر میتونه از بین ببره. خب البته وجدان غافل رو هم میتونه این فرد بیدار کنه، چون فطرت انسان در جوری هست که فرد احساس مسئولیت داره به بعضی نکات. احساس مسئولیت کردن و ای که عقلانی فکر کردن، عقلانی با منطق کردن، زندگی خودش را پیش بردن با برنامه‌ریزی دقیق، خود این میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. مثلا یک پدر یا مادر وقتی بشینه که فکر کنن که بگوین که خب ما عقلانی میخوایم زندگی کنم، نه احساسی، عاطفی، نه عاطفی، نه همزمان با چشم و همچشمی و تجملگری، من میخوایم که عقلانی فکر کنم که آیا خرج و مخارج و دخل من چقدر است و چه قسم برنامه ریزی کنم که تایی که بتانم یک زندگی آرام داشته باشم. اتو نباشه که شو اول ما همه چیز داشته باشم، آخر ما دستم دراز باشه پیش هر کس. ای عقلانی زندگی کردن نیست، درست؟ حتی باعث میشه خدای نکرده عزت از او، کرامت انسانی ای فرد باعث بشه تحت تاثیر قرار بگیره. یک برنامه ریزی دقیق در خرج و مخارج, مخارج زندگی, زندگی باشه. تذکر یادآوری امر معروف و نهی از منکرم که ما گفتیم یکی از راهکارهای مبارزه با اسراف واقعا در زندگی انسان تاثیر داره. و ایران دقت کنه اگه خانواده میبینیم اسراف میکنه، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط تذکر میدن، توجه ندارن این تذکر از اونها در او تاثیر میگذاره یا تذکر از اونها تاثیرگذار نیست. منظورتون در تذکر خانم است؟ مثلا ما اعضای خانواده رو داریم، نه مثلا اعضای خانواده، پدر، مادر، فرزندان. شما فعلا در مورد خانواده میخواین صحبت کنین، اجتماع، جامعه، اینا رو در برنامه دیگه. خب در این اعضای خانواده چه کسانی به هم دیگه تذکر بدن، چه کسانی یادآوری کنن؟ خب پدر و مادر معمولا در اولویت هستن، در اولویت قرار هستن که به فرزندان میتونن تذکر و یادآوری بدن. خب به خود والدین کیا تذکر بدن؟ به خود والدین اگه شده نکته رو پدر همون عقلانیت خودشون، عقلانیت خودشون میشه، یا حتی احساس میکنن پدر احساس میکنه که مادر در این زمینه خطا کرده، میتونه تذکر بده. یا برعکس، به صورت برعکس هم وقتی که انسان متوجه کار خودش نیست، میتونه مادر یک وقتی به پدر خونه تذکر بده. خب و تذکر باید به شیوه منطقی باشه، چون بعضی وقتا تذکرها از خدای نکرده در بعضی از خانواده به مشاجره میانجامه. خب جنجال اتفاق میفته، به جایی که مشکل برطرف بشه یک مشکل دیگه ایجاد میکنه. اینجا تذکر به اسراف جوره نباشه که به اجبار باشه، با نرمی باشه، با لطافت باشه. حتی بین دو زوج، حتی بین دو تا زن و یا حتی به فرزندان خودشون میتونن بندگه یادآوری کنن، میتونن به خاطر که هر کدومشون احساس مسئولیت دارن دیگه نسبت به هم دیگه و نسبت به زندگیشان. پس زن میتونه به شوهر تذکر یادآوری بده، شوهر میتونه به زن تذکر یادآوری و پدر و مادر به فرزندان خودشون. بله. به زبانی آرام و لطیف، نه به اون زبانی که واقعا فکر کنن که داره امر و نهی به کودکان یا فرزندان میشه. تذکر مختصر و مفید هم باشه. متاسفانه در زندگی های ما بعض وقتا چنان تذکر میدیم طولانی، بله، با بله، تکرار، با امر و نهی و اینها، ولی بعض وقتا لازم هست که مختصر و مفید، بعض وقتا لازم انسان مفید مثلا مستقیم تذکر بده و بعض وقتا غیر مستقیم. غیر مستقیم این دیگه باید شیوه منطقی او رو ما یاد بگیریم، بگیریم که برای هر فرد هم میتونه متفاوت باشه. بله. چون هر فرد از راه از لحاظ روحی و روانی با فرد دیگه فرد متفاوت هست. حالا ما خانواده گسترده را اگر بیان کنیم که در او خسور و خشوع است و خب خانواده گسترده ما آروس است و بله خالص. حالا اگر فکر کنه یه خوشو مثلا برای آروس خود بیایه مستقیم تذکر بده یا نحوه تذکری که شما بیان کردین چقدر میتونه مهم باشه. خب تذکره که به عنوان یک بزرگتر و کلانتر باید بگویه. شاید مثلا اولادای از او اولادای هستن که مراعات نمیکنن، اسراف دارن، زیاده روی دارن. حالا خب چون در خانواده گسترده ما خسور هست،
خشوع هست و نقش بزرگتر و کلانتر یک خانواده هستند، اونا میخواین تذکر و یادآوری بتن. این نحوه تذکر و یادآوری که شما بیان کردین بسیار میتونه اینجا اهمیت داشته باشن. حتی ما در بحث نصیحت کردن در زمینه اسراف مثلا میخوای تذکر ندیم و اونو چون میبینیم یک فردی هست مدام کار رو انجام میده، نصیحت بکنیم یا کار نه تنها اسراف رو، برای بقیه موارد هم همه بحث و شیوه او خیلی مهمه. چون این رو باید دستمون اومده باشه برای یک فرد خردسال به یک شکل باید تذکر بدیم و نصیحت و موعظه کنیم، یک فرد بزرگسال شیوه شاید غیر مستقیم لازم داشته باشه که این نکته رو باید همونجور که شما فرمودین توجه داشته باشیم. راهکار دیگه ای که میتونیم این رو مطرح کنیم و واقعا برای اسراف تاثیرگذاره و باعث میشه حتی پیشگیری کنه از اسراف این است که قناعت داشته باشیم. قناعت خیلی در زندگی لازم و ضروری هست. همیشه انسان زیاده خواه خود باعث میشه زیاده خواهی عامل اسراف است. انسانی که همه امور باید میانه رو باشه و اعتدال داشته باشه و با اون چی که داره قانع باشه، ولی بعضی از افراد این رو حفظ میکنن اعتدال رو، میان با درآمد کم که حتی مثلا ممکنه کفایت همیشه هم درآمد کم میتونه کفایت زندگی خودش رو بده اگه بعد قانع باشه. درسته. یک درآمد کمی داره ولی بله. افراد خانواده قانع هستن میگن الحمدلله زندگی ما میچرخه، ولی بعضی افراد هستن وقتی قانع نباشن باعث میشه چون اسراف در زندگی از اونها زیاد روش داره دیگه صرفه جویی نمیکنن، جایی که لازم نباشه خرج کنن اونجا هم خرج میکنن، دیگه پسندازی ندارن حتی از درآمد زیاد خودشان. خب اینها مدام ناله دارن میگن ما اصلا زندگی خوبی نداریم. درسته. بسیاری از چیزها در زندگی ما کمبود داریم. خب باعث میشه بعضی وقتا خودشون رو او چیزی که کسی که قانع نباشه واقعا برای به دست آوردن او چیزی که در زندگی لازم نیست باید خودش رو عزت نفس خودش رو کرامت انسانی خودش رو به خطر بندازه، یک وقت باعث میشه قرض کنه. درسته. یا حتی بعضی وقتا قرض نمیکنه مثلا پولی رو برای چیز، باعث میشه که از راه های دیگه که واقعا ناشایسته هست یک پولی رو چون اون ضمانت اخلاقی رو دیگه نداره، فقط صرفا به این فکر میکنه و در زندگی قانع هم نیست که من یک مالی رو اموالی رو برای گذراندن خوشگذرانی های خودم داشته باشم. درسته. فکر میکنم که دیگه فرصت باقی نیست، شما هنوز هم راهکارهای هست در رابطه با خانواده، اگر هم هست که انشاءالله در هفته دیگه بیان کنیم. بله. تشکر میکنیم خانم حسنزاده و سایر راهکارهایی که در رابطه با جامعه و اجتماع هست و آنها هم بسیار اهمیت دارن چرا که اونها مکمل یکی دیگه هستن، هر کدام اینها به هم مرتبط هستن. ما صرف نمیتونیم بگیم که یک خانواده اگر به تنهایی رعایت کنه میتونیم ما یک خانواده سالم داشته باشیم، یا اگر بگیم که خانواده نه اگر یک جامعه بیای رعایت کنه ما میتونیم یک جامعه موفق داشته باشیم. ما جمعاً باید بگیم که همه در کنار هم هستن چون جامعه خودش متشکل از همین خانواده ها هست. پس همه باید رعایت داشته باشن و همه باید نسبت به این موضوع آگاهی های لازمه پیدا کنن. انشالله. سپاسگزار از حضور گرم همه شما عزیزان. انشالله که موفق و پیروز باشین، سلامتی داشته باشین و موفق پیروز و خوشبخت باشین. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد.